همونطور که دیروز تیتر یک روزنامه رو اختصاص داده بودیم، قرار بود که امروز فروش اوراق سلف نفتی آغاز بشه، اما امروز نه تنها آغاز نشده بلکه حرف و حدیث بسیاری در این مورد منتشر شده تا این ساعتی که داریم با شما صحبت میکنیم. یکی اینکه محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته انتشار جزئیات عرضه نفت در بورس قبل از نهایی شدن جای تعجب دارد. ایراد گرفته بودند به سوتیترایی که ما دیروز در روزنامه زده بودیم. و غیر از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته فروش اوراق سلف نفتی موجب 190,000 میلیارد تومان قرض برای دولت بعدی خواهد شد. و از اینا مهمتر اینکه یک نامه مشترک آقای قالیباف و آقای رئیسی برای آقای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و مخالفت خودشون رو با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند و توضیح دادند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران 3 قوه است. و از همه اینها مهمتر حمیدرضا حاجی بابایی مخالفت خودش را با عرضه امروز اوراق سلف نفتی اعلام کرده و گفته دولت اصلا مجوز نداره. اما امروز یعنی دیروزی که ما نوشته بودیم خانم دکتر شیرین نوری سرمقاله ما رو در این ارتباط نوشته بودن با عنوان گشایش اقتصادی برای دولت یا ملت. این موضوع و جمع اینا موجب شد که ما ازشون دعوت بکنیم تشریف بیارن در برنامه و توضیح بدن و برای ما بشکافن، تحلیل بکنن که جریان چیه خانم نوری، چه اتفاقی افتاده، چرا اینقدر هم برهم شده، چطور ممکنه که دولت اعلام بکنه امروز فروش اوراق سلفی نفتی اسمش چی بوده همین شروع میشه بعد درست امروز بعد قطع بشه. بله آقای دکتر، متاسفانه طی 2 هفته گذشته از زمانی که آقای رئیس جمهور اعلام کردن که قراره که یک گشایش اقتصادی برای ملت ایجاد بشه، یک نشون داد که یک عدم هماهنگی بین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای کشور به وجود اومده، چرا که وقتی که رئیس جمهور کشور اعلام میکنن که قراره که این گشایش اتفاق بیفته، قراره اوراق نفتی پیش فروش بشه، اما متاسفانه امروز ما خبر مخالف اون رو میشنویم. این یک سیگنالی رو که داره برای به خصوص برای مردم جامعه میده این هستش که این عدم هماهنگی و عدم اتحاد بین همین شورای عالی هماهنگی هستش، چون وقتی که قراره یک تصمیم اقتصادی به خصوص در این برهه که الان واقعا اقتصاد ایران توش دچار شده که واقعا تحریم ها فقط 30% از بیشتر مشکلات اقتصادی رو در بر گرفته، به 70%ش واقعا به خاطر عدم مدیریت و به دلیل همین عدم هماهنگی بین سران قوا هستش. متاسفانه ما مشاهده میکنیم که به طور مثال حتی رئیس بانک مرکزی هم حالا که ید طولانی دارن که توی فضای مجازی فعالیت‌های بانک مرکزی رو اعلام میکنن، توی اینستاگرام پستی رو گذاشته بودن که با تمام دلایل خودشون داشتن از پیش فروش اوراق نفتی دفاع میکردن. خب اینا خودش یه سری جای سوال داره. ما همیشه دوست داریم که بانک مرکزی همواره استقلال خودش رو توی تصمیمات اقتصادی سیاسی حفظ بکنه، اما حتی با این حال که برای خود این پیش فروش اوراق نفتی هم یه سری جای اشکال وجود داره، یه سری حالا سوالاتی وجود داره، اما بیشتر بحث اصلی این هستش که این عدم هماهنگی باعث میشه که اعتماد مردم یعنی یک مقدار فرو بریزه و این واقعا بد هستش. غیر از دفاع آقای دکتر آقای عباس عبدی هم امروز مطلبی نوشته و سر صفحه به دست ما رسیده و گفته تنها راه برای جمع کردن ارز و طلای موجود همین است، یعنی فروش اوراق که اشاره میکنیم واقعا همینه. اصلا مردم میان طلا و ارزشون رو بدن که نفت پیش خرید بکنن برای 2 سال. وقتی که اقتصاد بسیاری از کشورها حالا دچار همین حالتی که الان ما هستیم میشه، دولت معمولا 2 راه داره، یا فروش اوراق خزانه و بدهی هست یا فروش اوراق نفتی. اما سوالی که هست این هستش که در این شرایط آیا دولت مطمئن هستش که پیش فروش اوراق سلف نفتی باعث میشه که انتظارات تورمی کاهش پیدا کنه؟ بحث اصلی که متاسفانه وجود داره این هستش که از نظر اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی استفاده نمیشه. ببینید وقتی که اوراق خزانه و بدهی منتشر میشه نرخ بهره اون ریالی هست، ولی وقتی که اوراق پیش فروش نفتی سلف نفتی قرار توزیع بشه نرخ بهره اون دلاری حساب میشه و همین باعث میشه که انتظارات تورمی رو افزایش پیدا کنه. موضوع دیگه این هستش که واقعا دولت چه تصمیمی داره که برای درآمدی که حاصل از پیش فروش اوراق نفتی چه تصمیمی رو میخواد بکنه؟ آیا قراره که این درآمد دوباره صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور بشه و دوباره تورم افزایش پیدا بکنه یا اینکه نه؟ این سوالات هستش که متاسفانه ذهن افراد جامعه رو درگیر میکنه و خب اونها هم یه مقدار تعلل میکنن که آیا واقعا میتونن سرمایه خودشون رو وارد این کار بکنن یا خیر. خیلی متشکرم. من فکر میکنم کاش که مسئولین سرمقاله دیروز شما رو میخوندن و ما امروز با این مشکل روبرو نمیشدن. خیلی ممنونم خانم نوری، خیلی متشکرم، لطف کردید، سپاسگزارم از شما. و اما حالا میپردازیم به مطالبی که سر صفحه به دست من رسیده. امروز بار دیگر آقای حسن روحانی رئیس جمهور گفته است ارزهای دولتی متنوع و سودآور در بورس به طور منظم ادامه خواهد داشت. غیر از ایشون آقای مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم در مورد بورس گفته که در هیچ عرصه‌ای شفافیت فعالیت اقتصادی به اندازه بورس نیست. ایشون اضافه کرده ورود شرکت‌های تابعه این سازمان به بورس گام بلندی برای افزایش شفافیت در حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی است. اظهارات این مسئولان موجب شده یا در پی داشته این موضوعی که امروز شاخص کل بورس 89693 واحد کاهش پیدا بکنه. برای چندمین روز پی در پی هست که شاخصهای کل داره پایین میاد در بورس، اما بازار ارز همچنان بلا تکلیفه، نه بالا میره نه پایین میاد. امروز قیمت دلار 22300 تومان بوده، اندکی بیشتر از دیروز. یورو هم 26000 تومان بوده، تقریبا برابر با دیروز، اما سکه مقداری افزایش داشته، 10,500,000 تومان عمده فروشیش و 11 میلیون تومان در طلا فروشی ها به فروش میرسیده. هر دیجی گل طلای 18 عیار هم امروز اندکی افزایش داشته و به 10,226 تومان رسید. 10,226 تومان قیمت گرفته. اما سازمان امور مالیاتی حرف جدیدی زده و گفته که بساز و بفروش ها تا پایان مرداد ماه، یعنی همین چند روزه، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند. بساز و بفروش ها کم گرفتاری دارن که حالا اداره مالیاتی هم التیماتوم چند روزه به اونها میده. بساز و بفروش ها اکثرا خانه ها دستشون مانده. این خالی بودن خانه ها هم به خاطر اینکه نمیتونن به قیمت اونها رو بفروشن. اما کارهای جدیدی در تهران میشه، از جمله دو خیابان رو به نام دو روزنامه نگار گذاشتن. یک خیابان به نام آقای سهیل گوهاری و یک خیابان به نام روح الله رجایی. البته دو معبر به قول این نویسنده خبر، منظور همون خیابان هست. این دو روزنامه نگار در هر صورت نامشون بر دو خیابان حک شده. اینم قدم خوبی است برای ما روزنامه نگاران که از همه سو تحت فشاریم، لاقل اسممون رو روی خیابان ها بگذارن که قدردانشون باشیم. اما شب گذشته جشن حافظ یا 20مین جشن حافظ برگزار شد. جشن حافظ یه چیزی شبیه جایزه سپاس هست که در پیش از انقلاب برگزار می شده. دیشب 20مین سال برگزاری جشن حافظ بوده. در غیبت زنده یاد علی معلم که بنیانگذار جشن حافظ بوده. بهترین کارگردان تلویزیونی دیشب آقای مهران مدیری برای هیولا انتخاب شده و بهترین فیلمنامه تلویزیونی هم پیمان قاسمخانی و امیر برادران انتخاب شدند و بهترین ترانه‌خوان تیتراژ آقای رضا یزدانی در فیلم یا در سریال از یادها رفته بوده که خبر خوبی بود. اما یک درگذشتم داشتیم که مخترع پیکسل آقای راسل کرش در سن 91 سالگی درگذشته. تحقیقات راسل کرش زیربنای تصویربرداری ماهواره‌ای، سی تی اسکن، واقعیت مجازی و فیسبوک به حساب میاد و او حدود 50 سال از عمرش رو صرف تحقیقات و آزمایشات تکنولوژیک گوناگون کرده. بدون شک مهمترین اقدامش تولید اولین عکس دیجیتالی اسکن شده. دهها قبل از ساخت اولین دوربین دیجیتال در سال 1957 و خلق اون چیزی که حالا با عبارات مانند پیکسل و مگاپیکسل میشناسیم بوده است. در صورت یک پدیده ای بوده. آقای راسل کرش 91 سال عمر کرده. امیدوار بودیم که 100 سال هم عمر بکنن. بسیار تاثیرگذار بودن برای دنیای دیجیتال که دنیا رو گرفته. و اما در زمینه جهانی اظهارات شخصیت‌های مختلف در رابطه با جمهوری اسلامی، آقای دونالد ترامپ گفته در نشست پیشنهادی پوتین درباره جمهوری اسلامی ایران شرکت نمی‌کنم و بعد اصرار داشته که در هفته آینده اقداماتی را برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران انجام خواهم داد و این کار را دنبال میگیره. آقای دونالد ترامپ تسلیم نشده. اتحادیه اروپا هم گفته که آمریکا نمیتواند از مکانیزم ماشه استفاده بکنه، اما آقای دونالد ترامپ گفته که به زودی مکانیزم ماشه را فعال میکنیم. اظهارات مسئولان بلندپایه آمریکا و اروپا تقریبا داره مخالف هم میشه. و اما طالبان دیگه خیلی معلومه که به قول جوانها روش رو خیلی زیاد کرده. گفته با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم. بس که آمریکا این طالبان رو لوس کرده و دستور داده که زندانیانشون هم آزاد بکنن. طالبان به مردم افغانستان صدمات زیادی زده و یکی از حکومت‌های بسیار منفور در منطقه بوده در سالها پیش. طالبان موجب آزار و اذیت بسیاری از افغانها شده و تأثیراتش روی منطقه بسیار مخرب بوده و این همه مدارا کردن با طالبان و یا امتیاز دادن آمریکایی‌ها به طالبان چندان کار مناسبی نیست، چندان کار اینکه جواب مثبت بده نیست. اما در مورد امارات و اسرائیل اتفاقات دیگری هم افتاده. امضای اولین قرارداد همکاری میان امارات و اسرائیل پس از توافق صلح ما بین دو شرکت به امضا رسیده و خط تلفن ثابت میان امارات و اسرائیل هم برقرار شده و علاوه بر این عربستان موافقت کرده که پروازهای اسرائیل از فضای از آسمانهای او به سمت امارات برقرار باشه و کشور دیگری که قرار هست با اسرائیل صلح بکنه سودان اعلام شده. پادشاه بحرین هم توافق با اسرائیل رو به امارات تبریک گفته. این عواقب توافق یک روزه اسرائیل و امارات بوده. اما جمعی از روزنامه‌نگاران هم اعتراض کردند به مجلس درباره شکایت مجلس از دو روزنامه‌نگار و گفتند که ما هم مسئولیت مشترک حرفه‌ای را میپذیریم. آقای احمد توکلی هم امروز حرفی زده. گفته ما به مردم دروغ گفتیم، حالا به ما میگویند دروغگو. اسلام را هم بدنام کردیم. این اظهاری است که او کرده. اما یادداشتی از آقای محمد مهاجری به دست من رسیده که آقای توکلی حالا چرا سعادت آباد؟ گویا 30 سال قبل 3000 متر زمین از بنیاد گرفته آقای احمد توکلی تا در آن مدرسه‌ای بسازه که دانش آموزان مستضعف هم بتوانند بعد از تحصیل در این مدرسه به دانشگاه راه پیدا بکنند. آقای محمد مهاجری در این رابطه به درستی نوشته برادر عزیز من، مؤمن انقلابی دلسوز طرفدار مستضعفین، شما که نیتتان خیر بود و به فکر بچه های مستضعف بودید، چرا به جای سعادت آباد که همون 30 سال پیش هم فقیرنشین نبود، در نازی آباد یا عبدالآباد یا مسکر آباد مدرسه نساختید؟